پاکستان جنگ تا او پاکستان څنګه دینو افغانستان خاور باندې د تجاوز کړی دا. سلام و وقتتان بخیر بینندگان گرامی. به یک بسته مهم خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. جزئیات تازه از درگیری مرزی طالبان و پاکستان هاکی است که در این درگیری بیش از 36 تن کشته و زخمی شدند. منابع افزودند که در جریان این درگیری شدید 4 جنگجوی طالبان کشته شده و بیش از 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. یکی از کشته شدگان عبدالباری باشنده میدان وردک بود. منابع محلی در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار میگویند که 4 کودک اهل افغانستان و 2 نظامی پاکستانی هم کشته شدند. این منابع افزودند که در این درگیری 16 شهروند مسافر افغانستان و 4 شهروند پاکستانی زخمی شدند. به گفته منابع محلی در این درگیری به تاجران افغانستان خسارات مالی نیز وارد شده، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نیست. درگیری بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان حوالی ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه 15 سنبله آغاز شد و در پیان گذرگاه ترخم مسدود شد. عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار گفته است که این درگیری اکنون متوقف شده است، اما گذرگاه ترخم همچنان مسدود است. وزارت داخلی طالبان این درگیری را تایید کرده و گفته است که نیروهای مرزی پاکستان آغازگر آن بودند. منابع محلی میگویند این درگیری زمانی رخ داد که طالبان میخواستند تا یک پاسگاه نظامی در نزدیکی دروازه گذرگاه ترخم ایجاد کنند که با واکنش نیروهای مرزی پاکستان مواجه شدند. به گفته این منابع دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در ایکس نوشته است که نیروهای طالبان و حمله نیروهای مرزی پاکستان پاسخ داده و میان دو طرف درگیری رخ داده است. افغانستان خاور باندې تجاوز کرده ده اوس ان شاء الله د مو اسلامی امارات زور وګوري. او افزوده است که مسئولان دو طرف از این درگیری مطلع هستند و تلاش می شود علت این درگیری روشن شده و از تکرار آن جلوگیری شود. همزمان با این، رسانه‌های پاکستان به نقل از اعضای تی تی پی گزارش دادند که جنگجویان این گروه چندین روستا را در ولسوالی چترال ایالت خیبر پختونخوا آن کشور تصرف کردند. روزنامه خراسان روز چهارشنبه 6 سپتامبر به نقل از سخنگو و یکی از فرماندهان کلیدی طالبان پاکستانی نوشته است که جنگجویان این گروه عملیاتی را در چندین روستای ولسوالی چترال از ولسوالی‌های هممر با ولایت های کنر، نورستان و بدخشان افغانستان راه اندازی کردند. این روزنامه نوشته ساعت 4 صبح روز چهارشنبه 15 سنبله یک عملیات در ولسوالی چترال توسط تحریک طالبان پاکستان راه اندازی شده و روستاهای مختلفی تصرف شدند. از سوی هم منابع محلی در هرات میگویند که آموزگار عقیدتی جنگجویان انتحاری طالبان رئیس دانشگاه این ولایت تعیین شده است. منابع میگویند که مفتی عبدالغفار در زمان حکومت پیشین جنگجویان طالبان را برای انجام عمل انتحاری آموزش میداد. عبدالغفار پس از تسلط طالبان به عنوان مدیر عقیدتی قلعه الفاروق مقرر شده بود. او در این مرکز نظامی طالبان یک مدرسه دینی ایجاد
کرده بود و صدها جنگجویان این گروه را آموزش می‌داد. دانشگاه هرات در غرب افغانستان یکی از بزرگترین مکان‌های علمی در کشور محسوب می‌شود که پس از تسلط طالبان استادان زیادی به دلیل محدودیت‌های این گروه ترک وظیفه کرده و از افغانستان خارج شدند. همچنین آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از برگزاری نشستی تحت نام روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان در کابل خبر داده و نوشته است که در این نشست افرادی زیر نام هیئت اتاق مشترک سرمایه گذاران آمریکا افغان اشتراک کرده بودند. بر بنیاد این گزارش این نشست روز چهارشنبه 15 سنبله با اشتراک عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان برگزار شده بود. در این گزارش آمده است هیئت سرمایه گذاران آمریکایی گفتند تلاش می‌کنیم که دارایی‌های منجمع شده افغانستان را آزاد و تحریم‌ها در سیستم بانکی این کشور را برطرف نماییم. هرچند طالبان درباره هیئت تاجران آمریکایی توضیحی ندادند، اما تأکید کردند که قرار است یک تن از اعضای این هیئت درباره وضعیت کنونی افغانستان به کنگره ایالات متحده گزارش دهد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در این نشست گفته است که با فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در افغانستان علاوه بر افغانها، خارجیها نیز می توانند در کشور سرمایه گذاری کنند. در همین حال محمد ابراهیم حبیبی مسئول نگارخانه بهزاد در ولایت هرات از بازگشایی این مرکز خبر داده است. او پس از چاشت روز چهارشنبه 15 سنبله گفته که نگارخانه بهزاد که دیروز توسط امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسته شده بود دوباره بازگشایی شده است. همزمان با این منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد سه‌شنبه شب 14 سنبله در ولسوالی خنجان ولایت بغلان رخ داده است. این حادثه زمانی رخ داده است که یک موتر تیز رفتار نوع کرولا از جاده منحرف و واژگون شده است. همچنین منابع محلی از آزادی دو دانش آموز یک مکتب از زندان طالبان در کابل خبر می دهند. منابع می گویند که طالبان این افراد را روز چهارشنبه 15 سنبله از زندان این گروه آزاد کردند. این دو تن محمد انور و ناصر نام دارند و از دانش آموزان مکتب استاد خلیل الله خلیلی هستند. آنان 4 روز پیش از مقابل دروازه مکتبشان در مربوطات حوزه 11 شهر کابل از سوی طالبان بازداشت و بر ریاست 40 استخبارات این گروه انتقال داده بودند. از سوی هم شماری از زنان جنبش اتحاد و همبستگی به حمایت از تمنا پریانی در نوار تصویری گفتند صدای او صدای تمام زنان رنج دیده افغانستان است. آنان افزودند یا میمیریم یا به حق خود میرسیم. همزمان با این یکی از زنان معترض میگوید که خوشبختانه تماس‌های مکرری با یکی از احزاب سیاسی در شهر بن آلمان داشتم و در مورد شرایط اعتصاب قضایی تمنا پریانی و دیگر دختران معترض در شهر کلن آلمان صحبت کردم. ایشان به ما قول دادند که در تاریخ 23 اکتبر سال جاری با وکلای پارلمان آلمان دیدار و خواسته هایشان را در میان بگذارند. تمنا زریا پریانی میگوید که ما میمیریم اما متوقف نمیشویم. ما عمل میخواهیم. بانو پریانی و سایر زنان معترض خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای طالبان و توقف حمایت مالی و سیاسی از این گروه هستند. همچنین فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید که دشمنان افغانستان در تلاشند تا میان مردم تفرقه ایجاد کنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت دفاع طالبان فصیح الدین فطرت به بدخشان رفته است و در میان جمعی از مردم سخنرانی نموده است. فطرت از وحدت و همبستگی میان مردم سخن گفته اما گفته است که دشمنان افغانستان در تلاش ایجاد نفاق میان شهروندان کشور هستند. دوستان عزیز با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که تا این دم با ما همراه بودید. بینندگان عزیز جهت آگاهی از تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا سلام دیگر، بدرود.